سلام دوستان وقتتون به خیر باشه اخباری در خصوص منطقه خاورمیانه اتفاقات عراق و رخدادهایی از این دست داریم میشنیم در رسانه ها بخشی از این اخبار بیشتر از اون چیزی که فکر کنید داره ضربه میزنه به تصمیم سازهای آمریکا یعنی همه این برنامه ها صورت گرفته برای اینکه یک چیزی در منطقه تحت عنوان ایران و یاران منطقه ایران مدیریت و کنترل بشن اما الان اون چیزی که در غرب این هست یک تردید اساسی در تصمیم گیری هایی که میخوان در قبال خاورمیانه انجام بدن خنددار و عجیب به انظر درسته خلاصه میکنم براتون چند وقت پیش تقریبا دو هفته پیش به دستور جو بایدن آمریکایی ها یک اقدامی رو علیه نیروهای مقاومت در مرز سوریه و عراق انجام میدن البته اینم داخل پندز بگم به شخصه اعتقادم این هست که به تصمیم جو بایدن جمله درستی نیست جو بایدن. بر اساس اون چیزایی که داریم از شخصیتش و کارکترش میبینیم در ماهای اخیر اون وزن و اون چارچوب و اون قد و قواره فکری و توان جسمی رو نداره که بخواد تصمیم سازی انجام بده و این در رفتار شخص قشنگ مشخصه تیمی این تصمیم هایی رو میگیرد او رسانه ای میکند به هر جد یک خبری منتشر شد تحت این عنوان که اقدامی صورت گرفته علیه نیروهای مقاومت در مرز عراق و سوریه به وارد ساده‌تر بسیج مردمی عراق رو در این منطقه مورد هدف قرار داده بودند و اعلام کردن که این تصمیم شخص جو بوده. دو هفته از این ماجرا تقریبا میگذره چند اتفاق در منطقه ما رخ داده. علیه آمریکایی‌ها در سوریه اقدامات جدی صورت گرفته. موشک‌ها، راکت‌ها و پهپادهایی که به سمت اینها رفتن، عملیات انجام دادند و ضربات سنگینی به آمریکایی‌ها زدن. در عراق همین رخ داده و چالش برای آمریکایی‌ها در منطقه خاورمیانه جدیتر شده حالا این چه پیامدی داشته یک جلسه در کنگره آمریکا برگزار شده به طور رسمی اعلام کردند که سطح اختیارات رئیس جمهور آمریکا در حوزه نظامی باید کاهش پیدا بکنه دقت این چه شد حمله کردن به نیروهای مقاومت برای اینکه یاران ایران رو محدود بکنن برای اینکه ایران رو در منطقه خاورمیانه محدود بکنن برای اینکه ایران رو به چالش بکشند. حالا در آمریکا اتفاقی رخ داده اینه میگن اون چیزی که باید اتفاق بیفته محدود شدن جو بایدن در حوزه تصمیمات نظامی هست ترجمهش بذارید براتون بکنم تو یه تصمیمی گرفتی برای اینکه از طریق تصمیمت من رو کنترل بکنی حالا هایی داشته تصمیمت که از طریق اون تصمیم خودت داری کنترل میشی بریم یه گزارش بخونیم نشریه پلیتیکو اومده به این قضیه پرداخته گفته که اتفاقاتی اخیرا رخ داده بایدن یک تصمیم گرفته و اون تصمیم پیامدهای منفی برای آمریکا داشته من میخوام بخشش رو از روی متن شما بخونم گفتی که خطری که اینجا مطرح می شود گرفتار آمدن در الگویی است که در قالب آن منازعه منازعه نظامی بالا می گیرد و به جنگ می انجامد بدون آنکه رای دهندگان این میان نقش ایفا کنند بی درد سرترین کار برای رئیس جمهور آن است که مدعی شود از اختیارات فراگیر زیل اصل دوم برخوردار بوده است این یکی از نماینده های کنگره آمریکا گفته گفته که این فضایی که جو بایدن داره پیش می بره ممکن است ما رو به خودمون بیاره ببینیم در عراق و در منطقه خاورمیانه در ای درگیر یک جنگ شدیم و این چیزی که اینا دارم میگن حرف بعیدی نیست اخیرا یک خبر منتشر شده سخنگوی یکی از نیروهای مقاومت به طور رسمی اعلام کرده که ما به آتش بس و آمریکایی ها خاتمه دادیم و رسما علیه آمریکا اعلام جنگ کرده یعنی رفتاری که آمریکا داره انجام میده ممکن هست این کشور در منطقه خاورمیانه به که بحران هدایت بکنه بعضی ممکنه ببینن که بحران به سمت بحران هدایت بشه و آمریکا وارد جنگ میشه کسی میتونه با آمریکا در عراق تقابل بکنه یعنی مقاومت توانش داره عراقی توانش داره با آمریکا بجنگن ساده بهتون میگم آمریکا نبرد زمینی در منطقه خاورمیانه با هیچ کس نداشته است توانش نداره نمیتونه نبرد زمینی انجام بده نیرو هوایی داره نیرو هوایی میره شخ میزنه بعد نیرو زمینی میاد روی زمین سوخته حرکت میکنه اتفاقی فراتر از این شما هیچ کجا آماری ندارید که نیروی نظامی آمریکا در تقابل زمینی کشته شده باشه چون توان تقابل زمینی نداره حالا اتفاقی که در منطقه داره میفته دقیقا همینه شما افغانستان رو نگاه بکنید قبل از اینکه بحران بالا بگیره و قبل از اینکه درگیری ها جدی بشه اینها به طور کامل بگرام رو تخلیه میکنن الان فکر میکنم بیش از 95 درصد نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان خارج شدن بر اساس آمارهای خودشون و شما بگرام رو وقتی بررسی میکنید بگرام یه پایگاهی بود که بهشون گفتن قلب آمریکایی ها قلب آمریکا در افغانستان رو وقتی بررسی میکنید اینها انقدر شتاب زده این منطقه رو تخلیه کردن برای اینکه یه تقابل مستقیم با کسی نرسن و وارد نشن انقدر شتاب زده خالی کردن که یک بخش قابل از تجهیزات اونها هنوز اونجا مونده دقت کنید شد این نیرو تقابل زمینی با هیچ کس نداشته همه نقطه قوتش توان نظامی هست که در منطقه در حوزه هوایی به کار میگیره در حوزه هوایی اتفاق داره میفته و اون اتفاق این هست که یه عده فهمیدن حالا که تو داری اقدام هوایی علیه ما انجام میدی و نیروی زمینیت کاری نیست و در منطقه خاور میانه خودروهای زرهید مدام دارن با عملیات های مین های جاده روبرو میشن یعنی میخوام بگم می در حوزه زمینی تو ضعیفی ولی هوایی قدرتمندی حالا ما کاری انجام میدیم بالگرد ها و جنگنده ها و هواپیما تو قبل اینکه بلند بشن میزنیم کاری که الان از طریق پهبوت ها داره انجام میشه پیام داره مخابره میشه با آمریکایی ها که بازی نکنید در عراق با ما اذیت نکنید بذارید زندگیمونو بکنیم شما هم برید در آمریکا زندگیتونو بکنید و اگر این اتفاق رخ نده میتونه چالش جدی تر بشه پس نگرانی اینها جدیه منطقی هم هست و اون چیزی که در عراق میتونه رخ بده میتونه یک فاجعه برای آمریکایی ها باشه حالا در جلسه که برگزار شده و نشریه پلیتیکو اومده به اون گفته که تو این جلسه تاکید کردن گفتن که جو بایدن باید بیا باید توضیح بده و به که بر چه اساسی به این جنبندی رسیده که این حملات باید صورت بگیره بعد گفته که زمانی که این حملات صورت گرفته جو بایدن گفته من این حملات رو انجام دادم که بازدارندگی انجام در عراق به نفع نیروهای ما بشه امنیت هم بره بالا بعد گفته شما باید بیاید تو این جلسه توضیح بدید که وقتی این حملات رو انجام دادی از فرداش اومدن متنوعتر در عراق و سوریه به ما حمله کردن قبلا با راکت ما رو میزدن از فرداش با پهباد ما رو زدن و یه اتفاق بدتر رخ داده حاکمیت عراق به طور رسمی اومده حملات ما رو محکوم کرده حاکمیت عراق اومده گفته که این که آمریکا اومده نیروهای ما رو زده من محکوم میکنم بعد گفته که یعنی حاکمیتی کشور در مقابل ما ایستاده ما حمله ای انجام دادیم حاکمیت کشور در مقابل اون ایستاده حملات دیگه علیه همون هم متنوعتر شده بعد گفتن جو بایدن باید, باید بیاد به ما توضیح بده که این بازدارندگی که میگه با این حمله انجام داده کجاست چطوری بازدارندگی تو بازدارندگی ایجاد نکردی صرفا چالش رو جدی تر کردی و به خاطر همین کنگره آمریکا داره این بحث رو مطرح میکنه که محدودیت های باید اتفاق بیفته در سطح اختیارات جو بایدن بریم ادامه گزارشش رو با هم بخونیم گفته که دولت عراق حمله در خاک خود را محکوم کرد و مقامات این کشور حملات مزبور را نقض فا... فاهش حاکمیت خواندند این امر اوزا را برای دولت بایدن بیش از بیش پیش پیشیده ساخته است به علاوه نیروهای آمریکا در سوریه در معرض حملات راکتی قرار گرفتند که این حمله احتمالا به تلافی حملات ضد گروههای شبه نظامی صورت گرفته است گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق و سوریه طی ماههای اخیر این یک حرف خیلی مفته میگه که گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران شما رفتید در مرز عراق و سوریه بسیج مردم عراق زدی ایران کجای داستان تعریف میشه من اینو متوجه نمیشم میگن اینا تحت حمایت ایران به خاطر ایران دارن ما رو میزنن شما در مرز عراق و سوریه رفتی بسیج مردم عراق زدی خودت هم باشی واکنشش میدی به ایران ربطی نداره به کشورهای دیگه ربطی نداره هر نیرویی این وسط باشه اگر غیرت داشته باشه واکنششون میده اما جالبه توی تولید رسانه اینها تاکید میشه برای که اینا تحت حمایت ایران هست که ربطی نداره یه نیروی رفتی زدی او وظیفه خودش میدونستی که پاسخ بده گفته که گروه های شپ نظامی تحت حمایت ایران در عراق و سوریه طی ماهای اخیر حملاتش رو شدت دادن عراق آمریکا هم تحت دستور بایدن اومده عملیات رو علیه اینها انجام داده بعد حالا پیامدش چی شده پیامدی که اونها حمله انجام دادن علیه نیروهای مقاومت چی شده نیروهای مقاومت پشیمون شدن نه گفته گروه های شبه نظامی تاکتیک خود را تغییر دادند و طی های اخیر به جای راکت به صورت پهپادهای به سرنشین رفتن اقدامی که مقامات آمریکا اقدامی که مقامات آمریکایی به مصابه تشدید منازعه قلمداد میکنند بعد در نهایت گفته که ما خواستار دریافت یک گزارش محرمانه هستیم درباره اینکه این گزارش توضیح بده که ماهیت تهدیداتی که علیه ما در عراق انجام شده چی بوده دقت این چی شد وقتی میاد بگه بیا توضیح بده که ماهیت تهدیدها چی بوده خلاصه ماجرا میشه این اینا رفتن به بایدن گفتن که چرا علیه نیروهای مقاومت اقدام کردی گفته من میخوام بازدارندگی به وجود بیارم گفتن چرا میخوای بازدارندگی به وجود بیاری گفته چون تهدیداتی علیه ما به وجود اومده اونجا من به این جمعنده هستم که باید حمله بکنم بازدارندگی به وجود بیارم حالا اونا میگن که تو یه حمله انجام دادی که اون حمله برای ما هزینه سازتر شده اونا رو کنترل نکرده اونا رو عصبانی تر کرده اشکالی نداره بیا توضیح بده ماهیت حملیات حملاتی که میگه قبل ترش انجام شده و ما ضربه زده اونا چی بوده که اونا تو رو به این جنبندی رسونده که تو باید یک اقدامی انجام بدی که حالا ما داریم از اون اقدام ضربه میکنیم. درات این چی شد یعنی کلیت ماجره که جو بایدن اومده مطرح کرده بهانه‌ای که گرفته است برای حمله به نیروهای مقاومت اون هم در آمریکا زیر سواله و اون رو هم اینا قبول ندارم و از بابتش به نوعی نگرانی خودشون رو ابراز کردن و ادامه متنش خیلی جالبه گفته که مقامات گفته که مقامات آمریکایی گفتن که هدفشون از این حمله این بوده که ارسال پیامی رو به ایران انجام بدن و دولت بایدن این گونه حملات از طریق عوامل نیابتی در منطقه را تحمل نخواهد کرد بعد گفته که آمریکا افزایش تعداد حملات با استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین رو به مسابقه تشدید مناظره به منظور فشار به واشنگتن جهت خارج کردن این نیروهایشان از عراق میداند آنها گفتند که پهپادها اکنون مهمات بزرگتر و دقیقتری را حمل کنند. دقت شد یه ساعت اومده ابراز نگرانی کرده و فریاد زده گفته که همه این اقدامات انجام شده برای به چالش کشیدن ایران و برای اینکه یاران ایران به چالش کشیده بشن و بایدن میخواسته پیامی رو به ایران منتقل کنه ولی ایران پیامر نگرفته. حملات علیه آمریکایی ها جدی تر شد بعد انتهای گزارش اومده یه سوال پرسیده گفته که آیا اون چیزی که بایدن انجام داده یعنی اقدامی که علیه نیروهای مقاومت انجام شده این اقدام بازدارنده بوده بعد اومده خودش به این شکل پاسخ داده که حفاظت از نیروهای آمریکایی یک اولویت است اما تداوم حملات هوایی آشکار مانع حمله شبه نظامیان تحت حمایت ایران به ما نشده است من منتظرم شاهد یک طرح واقع به منظور کاستن از تنشها از طرف دولت بایدن باشم این یکی از نماینده های آمریکا در کنگره گفته و گفته که خلصه اینه گفته که هر اقدامی که تو انجام میدی در حوزه نظامی نه تنها یاران ایران رو کنترل نمیکنه بلکه اینا رو عصبانی تر کرده و چالش رو داره جدی تر میکنه و جان سربازان ما اون چیزی که رو خطر میفته ما انتظار داریم که بایدن یک طرح جدی ارائه بده و اون طرح طرح موثری باشه برای اینکه امنیت نیروهای ما در عراق تضمین بکنه و منطقه عراق رو به سمت یک کار به صلاح یک امنیت موثر ببره من این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم دو سه تا نکته میخوام بگم نکته اول اون راهکار موثر چیه که بتونه از این وضعیت منطقه نجات بده فکر کنم پاسخ ساده است خروج آمریکا از منطقه خاورمیانه 20 سال آمریکا در عراق بوده 20 سال در افغانستان بوده بیایم بررسی بکنیم وضعیت امنیتی افغانستان امروز به چه شکله ببینید ما نیاز داریم در کشورهامون در نقاط مختلف دنیا بتونیم سریع حرفمون رو بزنیم حاکمیت هامون رو نقد بکنیم ضعف هاشون رو بگیم به طور اساسی سیاست رو به نقد بکشیم ضعف های کشورمون رو تلاش بکنیم برطرف بکنیم پیرامون مسائل مختلف با آزادی کامل اظهار نظر داشته باشیم ولی همه اینها یه پیش نیاز داره مثال میزنم شما در داخل جمهوری اسلامی اگر مرگ بر جمهوری اسلامی هم بخوای بگی یا حتی بریم فراتر فروت، شما در داخل جمهوری اسلامی اگر بخوای تلاش بکنی برای براندازی در جمهوری اسلامی رضای پهلوی اگر بخوای بشی بخوای براندازی بکنی یه پیش نیاز داری و اون پیش نیازی که امنیت باشه یه کشوری وجود داشته باشه وقتی کشور بود تو بخوای حالا براندازیشو انجام بدی بعد از 20 سال حضور آمریکا در افغانستان اون چیزی که رخ داده چیه به نفع مردم افغانستان بوده یا به ضرر مردم افغانستان 20 سال پیش ایالات متحده اومد وعده داده بود که طالبان تموم میشه دموکراسی حاکم میشه 20 سال گذشته اینها با طالبان مذاکره کردن افغانستان رو ترک کردن دموکراسی حاکم نشده است امنیت مردم بهتر نشده است معیشت مردم بهتر نشده است طالبان هم که دوباره در بر کشور حاکم میشه وضعیت اراق هم همینه اون چیزی که باید اتفاق بیفته خروج آمریکا از منطقه خاورمیانه است هیچ راهکار دیگه نمیتونه وجود داشته باشه هیچ چیزی امنیت نیروهای فرامنطقه ای رو اینجا نمیتونه تضمین بکنه جز اینکه اونها منطقه رو ترک بکنن اجازه بدن ملت ها خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن اگر اجازه بدین ویدیو رو همینجا متوقف میکنم پیام هاتون رو بفرستید در یک ویدیو مفصل خواهیم خون منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم وقتتون بخیر